چوگان یکی از ورزش‌های کهن ایرانیه که امروزه به ورزشی جهانی تبدیل شده. چوگان به عنوان یک فرهنگ و بازی قدیمی در گستره فرهنگی و جغرافیای ایران قدیم بازی می‌شده. یعنی اینکه در چین اگر بگه من چوگان داشتم بیجا نگفته، ولی از زمان ساسانیان. اگر هند بگه دارم بیجا نگفته، ولی از زمان تیموریان. اگر آذربایجان بگه دارم بیجا نگفته، ولی ایران از 3000 سال قبل، بیش از 3000 سال قبل بازی می شده. این بازی در ابتدا عنوان نظامی و جنگی داشته و از اون برای نشون دادن مهارت سوار نظام ها بهره می گرفتن. حرکات چوگان حرکات رزمیه. در حقیقت این ابداع هوشمندانه ایرانیان و نیاکان آزاداندیش خود ما بوده که تونستن یک همچین بازی رو به جای رزم ابداع بکنن. از نقاشی ها و اشعار شاعران دیرینه پارسی میشه گفت چوگان به عنوان ورزش پادشاهان هم نام داشته و مورد توجه کشورهای دیگر قرار گرفته بوده و این عامل باعث گسترش قلمرو این ورزش به کشورهای دیگه شده. اما چوگان ایران متفاوت ترین چوگان تا به امروز بوده. در چوگان ایرانی همراه با خودش تنوعات فرهنگی و خرد فرهنگ ها رو حفظ کرده. موسیقی قومی خودش رو حفظ کرده، نمایش های سنتی خودش، مثلا ورزش پهلوانی دارن، نقالی دارن، روایتگری دارن، تو نوروز نوروزخانی رو دارن. همراه با خودش تونسته انواع تنوعات فرهنگی تو حوزه موسیقایی و در واقع نمایشی رو همراه با بازی حفظ کنه. البته کشورهای بسیاری در تلاش بودند تا این ورزش رو به نام خودشون ثبت کنند. بعضی از کشورهای دیگه آسیای مرکزی و حتی خب آذربایجان دنبال این بودن که چوگان رو به نام خودشون ثبت کنند. من به دوستان گفته بودم که خب اونا هم راست میگن، چون آذربایجان یه زمانی مال ایران بوده و خب در اون منطقه هم چوگان بازی میشده. اما پرونده چوگان از سوی کمیته میراث فرهنگی ناملموس یونسکو مورد بررسی قرار گرفت و این ورزش کهن برای همیشه با نام ایران در فهرست میراث جهانی ثبت و از اون رونمایی شد. با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و کار خوبی که انجام شد، کار فشرده‌ای که بین وزارت ورزش و سازمان میراث فرهنگی در طول چند سال انجام شد، ما موفق شدیم این پرونده رو به یونسکو ارائه بدیم برای ثبت جهانیش و خوشبختانه در سال گذشته به تصویب رسید. حالا بعد از ثبت جهانی این ورزش به نام ایران، کشورمون داره خودش رو برای میزبانی جهانی مسابقات چوگان آماده میکنه. تلاشی که صورت گرفته که ما بتونیم چوگان رو در کشورمون توسعه بدیم، هم به لحاظ زیرساختی و هم به لحاظ شرایطی که بتونیم مسابقات جام جهانیش برگزار بکنیم، بتونیم در مسابقات مختلف چوگان در دو...